سلام زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. قسمت اول از مجموعه آموزشی زبان آلمانی بدون گرامر با هم میخواییم کار کنیم که در این ویدیو مهمترین کلمات، جملات و اصطلاحات زبان آلمانی که به شکل روزمره استفاده داره میآموزیم که هر جمله زبان آلمانی یا هر کلمه و یا هر اصطلاحی که شما میآموزیم فارسی هم داده شده و همچنین جمله مشابه یا مترادف از او به زبان انگلیسی هم داده شده که ببینیم اولین کلمه هست سلام. سلام به زبان آلمانی به دو شکله. خب میگم های. های یعنی سلام و همچنین به زبان انگلیسی هم به پایین داده شده. برای دیگه وقت ویدیو زیاد گرفته نشه تلفظ نمیکنم. اگر زبان انگلیسی شما بلد باشیم یا فارسی بلد باشیم خیلی راحت میتونیم که زبان آلمانی بیاموزیم. خب سلام گفته میشه های. پس های به معنای سلام، اما به شکل دوستانه یا غیر رسمی استفاده میشه در مکالمات روزمره زبان آلمانی. و همچنین داریم سلام که به شکل رسمی یا فرمال استفاده میشه که به معنای هلو به زبان آلمانی میشه و به زبان انگلیسی هم داده شده. پس سلام، هلو. هلو یعنی سلام. صبح بخیر. صبح بخیر گوتین مورگن. گوتین مورگن یعنی صبح بخیر. گوتین مورگن، پس صبح بخیر میگن گوتین مورگن. روز بخیر گوتین تاگ. روز بخیر گوتین تاگ. در زبان آلمانی از ساعت 10 تا ساعت 3 بعد از ظهر از روز بخیر یا گوتین تاگ استفاده میکنند. اگر پایین تر از او بود صبح بخیر، و همچنین اگر در نزدیک های شام بود از شام بخیر استفاده میکنند که میشه گوتین هابن. شام بخیر گوتین هابن. گوتین هابن یعنی شام بخیر. شب بخیر. شب بخیر میشه گوتن نخت. گوتن نخت یعنی شب بخیر. خب به زبان آلمانی میتونیم شما به دو طریق رسمی و غیر رسمی حال طرف مقابل بپرسیم. چی حال دارید؟ ویگتس اینن. ویگتس اینن فرمال شکل رسمی استفاده میشه. ویگتس اینن یعنی که چی حال دارید. خب همچنین به شکل غیر رسمی هم از ویگتس دیا استفاده میشه. پس به شکل غیر رسمی یا دوستانه اگر شما خواسته باشیم حال و حوال طرف مقابله بپرسیم یعنی چی حال داری میشه ویگتس دیا. انفورمال یعنی که شکل غیر رسمی استفاده میشه ویگتس دیا. خب چه خبر؟ چه خبر به زبان آلمانی میشه هالس کلا. خب خود هالس کلا هم چه خبر معنا میده و همچنین به این مفهوم یا به این معنا هسته که همه چیز روشن و واضحه. پس هالس کلا یعنی چه خبر. خب ببینین گفته چطور میگذره یا چطور هستی. ویگتس شکل اختصار شده ویگتس اینن و ویگتس دیا میشه ویگتس که هم به شکل مؤدبانه یا رسمی استفاده میشه هم به شکل غیر رسمی. پس که میشه چطور میگذری یا چطور هستی، منظور از همو حال تو چطوره و میشه ویگتس یعنی که چطور میگذری یا چطور هستی. که گفتیم هم به شکل دوستانه استفاده میشه و هم به شکل رسمی یا غیر دوستانه. پس ویگتس یعنی چطور میگذری یا چطور هستی. خوبم تشکر. گود دانکه. گود دانکه یعنی خوبم تشکر. گود دانکه. بد نیستم. نیشت شلشت. نیشت شلشت بد نیستم. نیشت شلشت. حالم خیلی خوبه. اسکت میا زه گود. اسکت میا زه گود حالم خیلی خوبه. اسکت میا زه گود خیلی خوبم. گنس گود کاملا خوبم. خیلی خوبم. گنس گود خیلی خوبم. خوب نیستم. نیشت گود خوب نیستم. نیشت گود. نیشت گود یعنی که خوب نیستم. خدا حافظ. خدا حافظ به زبان آلمانی به دو شکله. شکل رسمی که میشه آف ویدرزهن فرمال.
auf Wiedersehen. فرمال یعنی شکل رسمی خدا حافظ. و همچنین داریم ما خدا حافظ به شکل غیر رسمی که میشه choose informal، یعنی که به شکل غیر رسمی استفاده میشه choose informal، یعنی خدا حافظ به شکل غیر رسمی جنبه دوستانه داره یا به مکالمات غیر رسمی از choose استفاده میشه. خب داره ما تا بعد که اینم برای خداحافظی استفاده میشه که به معنای زبان به زبان آلمانی میگم تا بعد بس شپیتر. بس شپیتر یعنی که تا بعد. و شما خب همین سوالی هایی که به زبان آلمانی در سلاید های قبلی کردیم، یعنی که چی حال داری، حال طرف مقابل گفت من خوبم و میخوای از شما همین سوال کنه، سوال سمو سوالیه خلاصه میکنه، فقط از چی استفاده میکنند اونت اینن که شکل فرمال یا رسمی داره و شما، یعنی که شمو جمله ازور شما خلاصه میکنیم و همون سوال شکل تکرار از طرف مقابل یا از شخص اول میکنیم اونت اینن، یعنی که و شما، یعنی که شما چطورین، یا هر سوالی که بود اونت اینن که به شکل فرمال استفاده میشه و به شکل غیر فرمال یا غیر رسمی هم استفاده میشه. و تو اون دیا انفرمال، اون دیا انفرمال و تو شکل غیر رسمی استفاده میشه. خب چه چیز انجام داده به زمان گذشته اتفاق افتاده، حالی میخواییم که سوال بپرسیم که در گذشته چه انجام دادیم. واس هستو زو گیمخت، واس هستو زو گیمخت یعنی که چه چیز انجام دادی. واس هستو زو گیمخت چه چیز انجام دادی. نه خیلی زیاد یعنی چیز زیادی انجام ندادن. نیشت فیل، نیشت فیل نه خیلی زیاد، منظور از کاری که انجام داده جواب سوالی که در سلاید قبلی شد، یعنی که نیشت فیل نه چیزی زیادی نه خیلی زیاد انجام ندادم یا چیزی زیادی انجام ندادم. نیشت فیل سرم زیاد شلوغ بود. ایش هاب فیل ستون گی هابت، ایش هاب فیل ستون گی هابت سرم زیاد شلوغ بود. بازم به زمان گذشته اتفاق افتاده یا در مورد زمان گذشته داره صحبت میکنه. ایش هاب فیل ستون گی هابت سرم زیاد شلوغ بود. من خوشحالم، فقط میش، من خوشحالم، فقط میش منظور است این خوشحالی از چیه، یعنی که با طرف مقابل آشنا شدیم، حالا میخواییم که از آشنایی با او احساس خوشحالی خود به او بفهمانیم یا نشان بدهیم، میگیم فقط میش یعنی که من خوشحالم. به زودی میبینمت، بس بالد بازم برای خداحافظی استفاده میشه. بس بالد یعنی که به زودی میبینمت. بس بالد تا فردا بازم برای خداحافظی استفاده میشه. بس مورگن، بس مورگن تا فردا. بس مورگن مراقب خودت باش برای خداحافظی استفاده میشه. ماکس گود، ماکس گود یعنی که مراقب خودت باش. ماکس گود مراقب خودت باش. بله یا به زبان آلمانی میشه بله، یا بله. نخیر کلمه متضاد از او میشه ناین، یعنی که ناین میشه نخیر، که در وقت که شما جواب منفی خواسته باشیم بگیم از ناین استفاده میکنیم، جواب مثبت از یا که به معنای بله بود که با هم آموختیم. ناین یعنی که نخیر. شاید یا احتمالاً، فیلایشت، فیلایشت به زبان آلمانی میشه شاید یا احتمالاً، فیلایشت شاید احتمالاً. تشکر، دانکه، دانکه به معنای تشکر، دانکه، تشکر، دانکه. خیلی تشکر، داشتیم تشکر که شد دانکه، حال ما داریم خیلی تشکر، دانکشون، دانکشون یعنی که خیلی تشکر، که شاید بعضی مواقع از هم جدا بیه دانکه وشون و بعضی مواقع با هم چسبیده، پس دانکشون به معنای خیلی تشکر. و داریم تشکر خیلی زیاد، فیلین دانک، فیلین دانک یعنی که تشکر خیلی زیاد، فیلین دانک تشکر خیلی زیاد. خب ما
آموختیم که چگونه از طرف مقابل تشکری کنی. حال جواب تشکر اگه خواستشیم به زبان آلمانی بدیم میگیم خواهش میکنم، بیتشون. بیتشون یعنی که خواهش میکنم. بیتشون، خواهش میکنم. بیتشون. لطفاً، لطفاً، بیته. بیته به معنای لطفاً. بیته، لطفاً، بیته. ببخشید. معذرت میخوام یا ببخشید میشه انتشولیدیگونگ. انتشولیدیگونگ یعنی که ببخشید. انتشولیدیگونگ، ببخشید. متاسفم یا بازم همون معنای کلمه قبلی اگه خواست باشیم بدیم میشه یا ببخشید خواست باشیم استفاده کنیم. استوت می لایت که بیشتر معنای متاسف بودن میده. استوت می لایت، استوت می لایت یعنی که متاسفم. استوت می لایت، متاسفم. مهم نیست. داس ماخت نیشتس. داس ماخت نیشتس یعنی که مهم نیست. داس ماخت نیشتس، مهم نیست. کدام مشکلی نیست. کین پروبلم. کین پروبلم یعنی که کدام مشکلی نیست. کین پروبلم، کدام مشکلی نیست یا کدام مشکلی نیست یا کدام مشکلی نداره. کین پروبلم. آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟ اشپقشن زی انگلش؟ اشپقشن زی انگلش؟ آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟ اشپقشن زی انگلش؟ آیا شما آلمانی صحبت میکنید؟ اشپقشن زی دویچ؟ آیا شما آلمانی صحبت میکنید؟ اشپقشن زی دویچ به عوض انگلش یا دویچ، هر زبانی که شما مورد سوال شما باشه، هدف شما باشه، میتونیم جایگزین کنیم و از طرف مقابل سوال کنیم. اشپقشن زی دویچ یعنی که آیا شما آلمانی صحبت میکنید؟ فقط یک مقدار کمی. نو این بیشن. نو این بیشن یعنی فقط یک مقدار کمی. منظور از چی؟ یعنی یک مقدار کمی آلمانی یا انگلیسی صحبت میکنن. نو این بیشن، فقط یک مقدار کمی. من آلمانی صحبت نمی کنم، شکل منفی آمده. ایش اشپقش کین دویچ. ایش اشپقش کین دویچ، من آلمانی صحبت نمی کنم. من اسپانیایی صحبت نمی کنم. ایش اشپقش کین اشپانش. ایش اشپقش کین اشپانش، من اسپانیایی صحبت نمی کنم. ایش اشپقش کین اشپانش، من می توانم انگلیسی صحبت کنم. ایش کان انگلیش اشپقشن. ایش کان انگلیش اشپقشن، من می توانم انگلیسی صحبت کنم. ایش کان انگلیش اشپقشن. آلمانی من زیاد خوب نیست. آلمانی من زیاد خوب نیست. Mein Deutsch ist nicht sehr gut. Mein Deutsch ist nicht sehr gut. آلمانی من زیاد خوب نیست. Mein Deutsch ist nicht sehr gut. من نمیدانم یا نمیفهمم. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht یعنی که من نمیدانم یا نمیفهمم. Ich weiß nicht. آیا این رو فهمیدی یا درک کرده ای؟ Haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? آیا این رو فهمیدی؟ درک کردی؟ Haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? من میفهمم. Ich verstehe. Ich verstehe. من میفهمم یا من درک میکنم. Ich verstehe. من میفهمم. من نمیفهمم، من متوجه نشدم. مانند جمله قبلی اما به شکل منفی. ایش فرشته نیست. ایش فرشته نیست. من نمیفهمم یا من متوجه نشدم. ایش فرشته نیست. آیا میشه لطفاً این را دوباره تکرار کنید؟ könnten Sie das bitte wiederholen؟ به شکل مؤدبانه اطراف مقابل سوال بکنید که اگر کدام چیزی، کدام جمله، کدام حرف زده که شما متوجه نشدیم، اگر بخوایم که از او دوباره انجام بده یا تکرار کنه از جمله استفاده میشه که به شکل مؤدبانه آمده. könnten Sie das bitte wiederholen؟ آیا میشه لطفاً
این را دوباره تکرار کنید. Konnten Sie das bitte wiederholen? Konnten Sie das bitte wiederholen? میشه لطفاً کمی آهسته تر صحبت کنید. Konnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Konnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? میشه لطفاً کمی آهسته تر صحبت کنید. Konnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? این چیه؟ Was ist das hier? Was ist das hier? این چیه؟ Was ist das hier? این چیه؟ آن چیه؟ Was ist das? Was ist das? آن چیه؟ Was ist das? آن چیه؟ لطفاً این را یادداشت کنید. Schreiben Sie es bitte auf. Schreiben Sie es bitte auf. لطفاً این را یادداشت کنید. Schreiben Sie es bitte auf. لطفاً این را یادداشت کنید. خب کار به انگلیسی به چی معناست؟ Was bedeutet Car auf Englisch? Was bedeutet Car auf Englisch? Car به انگلیسی به چه معناست؟ میتونید که شما به عوض کلمه car هر کلمه که منظور شما باشه، هدف شما باشه استفاده کنید. Was bedeutet Car auf Englisch? Car به انگلیسی به چه معناست؟ چگونه به آلمانی سلام میگویند؟ Wie sagt man Hello auf Deutsch? Wie sagt man Hello auf Deutsch? چگونه به آلمانی سلام میگویند؟ Wie sagt man Hello auf Deutsch? بازم به حواز کلمه Hello که به معنای سلامه میتونین شما هر کلمه که هدف شما هست استفاده کنین. Wie sagt man Hello auf Deutsch? چگونه به آلمانی سلام میگویند؟ کجا هستی تو؟ Wo bist du? به زمان حال استفاده شده. Wo bist du? کجا هستی تو؟ من به خانه هستم. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. من به خانه هستم. Ich bin zu Hause. من سر کار هستم. Ich bin auf der Arbeit. Ich bin auf der Arbeit. من سر کار هستم. شغل شما چیست؟ در مورد شغل یا وظیفه طرف مقابل اگر خواسته باشیم پرسان کنیم، از این سوالیه استفاده میشه. Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? شغل شما چیست؟ Was machen Sie beruflich? من معلم هستم. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. من معلم هستم. من دانش آموز هستم. Ich bin student. Ich bin student. من دانش آموز هستم. من میخوام انگلیسی بیاموزم. Ich möchte English lernen. Ich möchte English lernen. من میخوام انگلیسی بیاموزم. Ich möchte English lernen. من میخوام آلمانی بیاموزم. Ich möchte Deutsch lernen. Ich möchte Deutsch lernen. من میخوام آلمانی بیاموزم. Ich möchte Deutsch lernen. میشه لطفاً به من کمک کنید؟ اگر خواسته باشیم شما از طرف مقابل کمک بخواین، میتونیم که به شکل مؤدبانه از این سوالی استفاده کنیم و درخواست کمک کنیم. Würden Sie mir bitte helfen؟ وقتی که کلمه bitte استفاده میشه، یعنی که جمله شما شکل مؤدبانه است، شکل خواهشی از طرف مقابل سوال میکنیم. Würden Sie mir bitte helfen؟ میشه لطفاً به من کمک کنید. Würden Sie mir bitte helfen؟ میشه به من کمک کنید. Konnten Sie mir helfen؟ به این شکل هم میتونیم شما همراه مدالوب یا فعل کمکی سوال کنید. Konnten Sie mir helfen؟ میشه به من کمک کنید. Konnten Sie mir helfen؟ میشه به من کمک کنید. از این سوالی هم میتونیم که شما برای درخواست کمک استفاده کنید. می توانم به شما کمک کنم؟ حالا شما می خواهیم که درخواست کمک به طرف مقابل بدیم. Kann ich Ihnen helfen؟ بازم به شکل مؤدبانه یا رسمی سوال میشه. Kann ich Ihnen helfen؟ می توانم به شما کمک کنم؟ راهم را گم کردم. Ich habe mich verlaufen.
Ich habe mich verlaufen یعنی که راهم را گم کرده ام. Ich habe mich verlaufen. یک لحظه لطفاً. Einen Augenblick bitte. Einen Augenblick bitte. یک لحظه لطفاً. چقدر این ارزش یا قیمت داره؟ Wie viel kostet das? بره پرسان قیمت یا ارزش کدام جنسی در موقع خرید کردن. اگر شما از شخص فروشنده خواستشون پرسان کنین، از جمله سوالیه باید استفاده کنین. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? یعنی که چقدر این ارزش یا قیمت داره. Wie viel kostet das? چقدر این ارزش یا قیمت داره. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، ویدیو ما لایک کنین، سوال پیش داشتین کامنت بدیم، آلمانی 0 تا 100 سابسکرایب کنیم، عضو کانال یوتیوب ما باشین. تا درس بعدی و قسمت دوم از این مجموعه درس، خدا یار و نگهدار شما.